برگزاری مراسم جهانی تولد کیان پیرفلک، کودک کشته شده، در شماری از شهرهای جهان از استرالیا تا اروپا و کانادا. مادران از سراسر دنیا با ماه منیر مولایی راد، مادر دادخواه کیان پیرفلک کشته شده در انقلاب زن زندگی آزادی در ایزه، اعلام همبستگی کردند. شب شب ما غرق گل و شادی شوره، جشن ستاره آسمون یه پارچه نوره، شب خونمون پر از تنین دل نوازه، کوچه پر از نوای دل نشین سازه. عزیزم بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مزاج کورکور و بچه های ایزه نکرده و نخواهم کرد. سلام به همه شما بینندگان گرامی. برنامه پخش مستقیم رو ملاحظه می کنید در تلویزیون کانال جدید. شیرین شمس هستم. شنبه 20 خرداد 1402 برابر با 10 ژوئن 2023. این برنامه اختصاص داره به مراسم جهانی تولد کیان پیرفلک که اگر به دست جمهوری اسلامی کشته نشده بود، اگر زنده بود، یک شنبه 21 خرداد ماه 10 ساله می شد. این کودک رو جمهوری اسلامی به قتل رسوند و تا به الان خانوادش رو تحت بیشترین فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین از نظر شغلی قرار داده. مادر کیان پیرفلک معلم هست و به خاطر دادخواهی از ورود به مدرسه منع شده بود. پدر کیان پیرفلک تا مدت‌ها در بیمارستان به خاطر گلوله‌هایی که خورده بود تحت درمان بود و خبر نداشت که کودکش رو جمهوری اسلامی به قتل رسونده. امروز یک روز قبل از تولد کیان پیرفلک در تعدادی از شهرهای جهان از استرالیا تا اروپا و کانادا ایرانیان آزاده به یاد کیان پیرفلک مراسم تولد گرفتند. مادران از سراسر دنیا اعلام همبستگی کردند با ماه منیر مولایی راد، مادر دادخواهی که در همین هفته گذشته هم از طرف نیروهای جمهوری اسلامی بسیار تحت فشار بوده و حتی هدیه های یادگاری های تولد کیان پیرفلک رو هم اطلاع رسانی کرد که ماموران جمهوری اسلامی از بین بردند. اما امروز یک حرکت جهانی نشون داد که ما مردم در داخل و خارج کنار یکدیگر هستیم. جنبش دادخواهی همچنان یک جنبش پرقدرت و انقلاب زن زندگی آزادی ادامه داره. گزارش تصویری که خواهیم دید مربوط میشه به مراسم تولد کیان پیرفلک مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن که شنبه 10 ژوئن 2023 برگزار شده، محلی که وحید بهشتی مدت هاست در اعتراض به سیاست های دولت بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده و خواستار این شده که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره. فریاد شما رو ما به دوش رهبران جهان فرو می‌کنیم با همه توان. تنها راه باقی مونده خیابانه. ایران! ایران!
در یکی از شهرهای اتریش، گراتس اتریش، هم جمعی از ایرانیان برای زنده یاد کیان پیرفلک مراسم تولد گرفتند. سوگند خونه همراهانم، سوگند عشق مادران، هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودان ما. و اما در چندین شهر استرالیا مراسم به یاد کیان پیرفلک برگزار شد. یکی از این مراسم که در سیدنی برگزار شد، مراسم بسیار بزرگی بود و در کنار این مراسم جمعی از مادران حاضر پیام‌هایی به زبان فارسی، انگلیسی و زبان محلی اطراف ایزه برای همبستگی با ماه منیر مولای راد فرستادند و با این مادر دادخواه و شجاع ابراز همدردی کردند. Dear Mark Winnie, as a mum, I can't possibly imagine the pain you're going through. Losing a child is literally every parent's worst nightmare. Kian's loss was a loss for everyone, the biggest loss for you, but a big loss for all of us. We all love him, we'll always remember him, and we'll all fight with you, alongside you, and we won't forget. سلام کیار قشنگم، وقتی بوشه رنگین کمون تو رو زود گرفت از ما، تولدت مبارک عزیز خوشگه. ببین اومدیم با تولد تو رو جشن گرفتیم امروزا، مواظب خودت باش، مواظب رنگین کمون هم باش. خب دوست دارم. سلام به نو عزیزم، خویی ما سمک سلمونم تا با او من ایزه و سوسن به دنیا بیدم. همه خانوادم من همون سمت خوزستانم، پخشن همه جا. وقتی که خبر عزیز کردمون کیان دادن، انگار که بچه خوام ازم گردم، خیلی سیم سختی. فقط هم بدونی که ما همه فرق نداره کنیم، دردت که به دل تک تکتون یاد من دل امامه بده. خیلی دوستتون داریم، همیشه همراهتونیم تا سرنگونی هم دونیم سیز. خیالت راحت عزیز دلمی. در یکی دیگر از شهرهای استرالیا، بریزبن، هم جمعی از ایرانیان در یک پارک گرد هم آمدند و برای کیان پیرفلک تولد گرفتند. در این گرد همایی که با هم میبینیم، یکی از جوانان به یاد کیان پیرفلک نی نواخت. شنبه های اعتراضی در شهر استکهلم سوئد که هر شنبه برگزار میشه، این شنبه با مراسم تولد برای کیان پیرفلک همراه بود. یک گزارش تصویری ببینیم از نحوه همبستگی ایرانیان آزاده در استکهلم با خانواده کیان پیرفلک.
در هلسینگبورگ در سوئد هم مراسم تولد برای کیان پیرفلک در دل تجمع شنبه‌های اعتراضی برگزار شد. در ونکوور هم به مناسبت دهمین سالگرد تولد زنده یاد کیان پیرفلک قرار هست که امروز شنبه از ساعت 14 تا 16 به وقت محلی مقابل آرت گالری در این شهر فستیوال برگزار بشه. اما باز هم یکی دیگر از مادران از سراسر دنیا پیام همبستگی ارسال کرده به ماه منیر مولای راد، مادر دادخواه کیان پیرفلک. به مادر کیان، به مادری که روز 21 خرداد ماه 1392 کودکی به نام رنگین کمان زایید. مامان کیان، کیان تو کیان ماست. کیان همیشه زنده است و آواز اش گوش فلک را کر می کند. تولدش جهانی شده و نامش جاودانه. نام زیبایش در قلب ها حک خواهد شد و تا ابد در آسمان علم ایران چون ستاره‌ای خواهد درخشید و راهش الهام بخش نسل‌های آینده ایران برای رسیدن به ایران آزاد. نامت همیشه جاودان. بینندگان گرامی، توجه شما را اینجا به فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی جلب می کنم. فراخوان به مناسبت سالروز تولد کیان پیرفلک، یک شنبه 21 خرداد 1402 پرفورمنس و اقدامات گسترده اعتراضی برای یادبود کیان عزیزمان. در این فراخوان اینگونه آمده که همه انقلابیون زن زندگی آزادی و مردم آزادی خواه سراسر کشور کیان کنار خانواده کیان هستیم. یک شنبه 21 خرداد سال روز تولد کیان پیرفلک است، کودکی که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی او را در ماشین شخصی خانوادش حین عبور از خیابان و در جریان انقلاب زن زندگی آزادی به گلوله بستند. حکومت کودک‌کش جمهوری اسلامی دشمن زندگی و دشمن کودکان است. الگویی که ما در انقلاب زن زندگی آزادی برای سرنگونی حکومت و پیروزی انقلاب در نظر داریم، تداوم انقلاب از راهی است که شامل مبارزه پیگیرانه و متشکل علیه این حکومت می شود. این راه همانی است که در بحبوحه انقلاب با دیدن ویدیویی از کیان عزیزمان دوباره به ما یادآوری شد. آنجایی که او پس از آزمایش کاردستی قایق خود گفت: پس نتیجه میگیریم که این کار میکنه. بله، روش ما کار میکند. پیشبرد انقلابمان را با قدرت بیشتر، متشکلتر و هدفمندتر
ادامه خواهیم داد. ما به عنوان تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویان، دانش آموزان، جوانان و زنان به مناسبت تولد کیان عزیزمان، همه مردم آزادی‌خواه و انسان دوست در سراسر کشور را دعوت می‌کنیم تا همراه با هم تولدی در خور کیان و خانواده او و در اعتراض به حکومت کودک‌کش به یاد کیان و تمام کودکان کشته شده در جریان انقلاب برگزار کنیم. این فراخوان شامل پرفورمنس، شعار نویسی، هنر اعتراضی، شعاردهی شبانه با شعار محوری مرگ بر حکومت کودک کش و هر اقدامی برای یادبود کودک خلاق انقلاب است. برای روز 21 خرداد با استفاده از قایق‌های رنگی تا دیوارهای رنگی در سراسر کشور تا فضای شبکه‌های اجتماعی با هشتگ برای کیان پیرفلک اقدامات متفاوت خود را پخش می‌کنیم تا تداوم انقلابمان را فریاد بزنیم. مرگ بر حکومت کودک‌کش، حکومت کودک‌کش نابود باید گردد، زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی. این فراخوان توسط شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری جوانان و زنان برای تولد کیان پیرفلک منتشر شده. با ما همراه باشید، یک کلیپ کوتاه می‌بینیم برای تولد کیان پیرفلک. بینندگان گرامی، دانشجو هستید، دانش آموز هستید، از زنان و جوانان انقلابی محلات و شهرهای مختلف هستید، کارگرید، معلمید، بازنشستهید، شاغلید، جویای کارید، از مردمی هستید که قلبتون برای انسانیت و آزادی میتپه، از ظلم و ستم و کشتار خستهید، از دیدن ظلم و ستم به خانواده های دادخواه قلبتون به درد میاد، شما هم میتونید دادخواه خون ریخته شده کیان پیرفلک باشید. به اشکال مختلف شما هم میتونید در این فراخوان بپیوندید و نقش‌آفرینی بکنید. در فعالیت‌های میدانی از دیوار نویسی، شعار نویسی، پخش تراکت، پخش و نصب عکس کیان پیرفلک گرفته تا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی. تولد کیان پیرفلک تولد جهانی شد. دیدیم که از استرالیا تا اروپا تا کانادا ایرانیان
در همبستگی با خانواده کیان پیرفلک برای او مراسم برگزار کردند. توجه جهانی رو جلب کردند که چگونه جمهوری اسلامی میکشه و زبانش هم درازه و حتی اجازه نمیده که اون خانواده دردمند که رنج عمیقی با خودشون دارن برای بچهشون که توسط همون حکومت به قتل رسیده تولد بگیرن. اتفاقی که امروز افتاد، تولد جهانی کیان پیرفلک، نشون داد که اگر جمهوری اسلامی مانع از این میشه که خانواده کیان پیرفلک برای بچهشون تولد بگیرن، مردم در ایران و جهان برای کیان پیرفلک تولد میگیرن. امروز تولد جهانی رو دیدیم و حالا نوبت مردم در ایران هست که فردا یک شنبه 21 خرداد نقش خودشون رو ایفا کنن، مثل همیشه که کنار خانواده های دادخواه بودن، این بار هم به یاد کیان پیرفلک شمع روشن کنن. اگر امکانشو دارید برید به دیدار خانواده کیان پیرفلک، اگر امکانشو ندارید در جای جای ایران میتونید برای کیان تولد بگیرید، به جای ماه منیر مولایی راد، به جای میثم پیرفلک، به جای خانواده کیان پیرفلک، برای این کودک کشته شده شما میتونید تولد بگیرید. امشب میتونید با شعاردهی شبانه و فریاد حکومت کودک کش نابود باید گردد، اعتراض خودتون رو به حکومت کودک کش نشون بدید. من اینجا میخوام یک بار دیگه به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم با هم دیگه. پوسترهایی که همین الان داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه برای 21 خرداد، یکی دیگر از پوسترهایی که داره دست به دست میشه اینه که همه با هم هستیم. این هشتگ همه با هم هستیم همون کارزاریه که چندی پیش خانواده‌های دادخواه فریاد زدن در مقابل جمهوری اسلامی، همه با هم هستیم. این پوستر هم داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه برای کیان و قایق کوچکش. یک شنبه 21 خرداد همزمان با زادروز پسر رنگین کمان به خیابان باز میگردیم. کیان پیرفلک، خانوادش رو تنها نگذاریم. تولد کیان تولد فرزند ماست، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. بینندگان گرامی، یک میان برنامه میبینیم در رابطه با کیان پیرفلک. برمیگردیم، برنامه پخش مستقیم رو ادامه میدیم، با ما همراه باشید. شما هم اگر برنامه‌ای برای مراسم تولد کیان پیرفلک در خارج از کشور برگزار کردید، الان بیننده این برنامه هستید، اگر در ایران قصد برگزاری دارید، حتما از طریق شماره تلفن میتونید گزارشات تصویریتون رو برای تلویزیون کانال جدید ارسال کنید. لا 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 ای تن تبدار، دست تو توی دست من بگذار. لا 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 نا لا 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 گل لا 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 جاد لا 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 جو
بینندگان گرامی، کم کم به ساعت 9 شب وقت شعاردهی شبانه داریم نزدیک میشیم. قبل از شروع شعاردهی شبانه با صدای بلند اینجا اعلام میکنیم کیان ما نمرده، حکومته که مرده، جمهوری اسلامیه که مرده. از اینجا یک بار دیگه اعلام همبستگی میکنیم با ماه منیر مولایی راد و همچنین میثم پیرفلک، مادر دادخواه و پدر دادخواه کیان پیرفلک. و تا زمانی که جمهوری اسلامی رو سرنگون نکردیم لحظه ای آرام نخواهیم نشست. این یک هشدار وضعیت قرمز است. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر تبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر بر نخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده. اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده. Mag! Mag!
باد باد دیکتاتور. خامنه‌ای بریشه، خیزش تموم نمیشه. خامنه‌ای بریشه، خیزش تموم نمیشه. مرگ بر حکومت بچه کش. فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی. برگزاری مراسم جهانی تولد زنده یاد کیان پیرفلک از استرالیا تا اروپا تا کانادا و اعلام همبستگی مادران در سراسر دنیا با ماه منیر مولایی راد، مادر دادخواه کیان پیرفلک. خبر دیگری در این برنامه خواهیم داشت در رابطه با آخرین وضعیت خانواده‌های دادخواه بازداشت شده در کردستان و خبر بسیار تکان دهنده‌ای که هم‌اکنون به دست ما رسیده، خبر کشته شدن سپیده فرحان، فعال سیاسی. طبق خبری که به دست ما رسیده، پیکر بیجان سپیده فرحان، فرح‌آبادی، زندانی سیاسی سابق و از معترضان دیماه 1396، روز جمعه 19 خرداد در منزل شخصیش در کرج پیدا شد. علت مرگ او هنوز مشخص نیست. سعید سیفی جهان، زندانی سیاسی سابق، از دوستان و همپرونده‌ای سپیده فرحان در گفتگو با رسانه‌ها درگذشت این فعال را تایید کرده. به گفته سعید سیفی جهان، سپیده فرحان آخرین بار روز چهارشنبه 17 خرداد با خانواده‌اش بود و بعد از اون کسی سپیده را ندید و به تماس‌های خانواده‌اش پاسخ نمی‌داد. سپیده فرحان ساکن کرج بود و شنبه 20 خرداد در آرامستان بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. هنوز علت درگذشت سپیده فرحان مشخص نیست و خانواده در انتظار نتیجه پزشکی قانونی هستند. به گفته سعید سیفی جهان، هنگامی که پیکر بی جان سپیده فرحان در منزلش کشف میشه، هیچ نشانه ای از خودکشی وجود نداشته و از بینی و دهان او خون جاری شده. بسیار متاسف هستیم از شنیدن چنین خبری و جا داره که از طرف خودم و تلویزیون کانال جدید تسلیت بگم به خانواده و دوستان سپیده فرحان. خبر بسیار تکان دهنده هست. من خودم الان از شنیدن این خبر بسیار شوک شدم و گمان زنی بر این هستش که یک مرگ، یک قتل مشکوکه و میتونه جمهوری اسلامی در این مرگ، در این قتل دست داشته باشه. سپیده فرحان هم از جمله فعالین بسیار سرسخت بود که حتی زمان بازداشتش در 1396 هم افشاگری کرده بود در رابطه با داروها و قرصهای آرام بخشی که به بازداشت شدگان 1396 در بازداشت و زندان میدادند، قرصهایی که اونها رو گیج میکرده، حتی باعث میشده که حافظه اونها برای مدتی از دست بره. در ادامه هم دست به افشاگری در رابطه با دیگر شکنجه ها در رابطه با بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی زده بود. بسیار بسیار متاسف هستیم و یک بار دیگه ابراز همدردی میکنیم با خانواده سپیده فرحان. این نتیجه وجود و حضور
حکومت منحوس و آدمکش جمهوری اسلامی، حکومت زنکش، حکومت کودککش، حکومت آدمکش بر ماست که با تمام توانمون انقلاب زن زندگی آزادی رو در خیابانها، در کف خیابانها جلو ببریم تا شاهد قتل دیگری نباشیم، تا شاهد کودک کشی دیگری نباشیم، تا شاهد این نباشیم که سر دیگری بالای چوبه دار بره. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در فراسوی ترس های ذهن من انگار اینک انقلابیست که از نور خدا، از خدا نور جان میگیرد. در پس پستوی قلب من انگار تپش انقلابی که از نیکی، از نیکا شکل میگیرد. در برابر گمانهای نهان، روبروی سالهای بیومید، اینک انقلابیست، اینک آفتابیست که رنگ تمام کیان را می سازد. باور کن این ندای یک انقلاب است، باور کن این حضور یک انتخاب است. در خوابهای من اینک تصویر فردای انقلابی که دیروز با هم کاشتیم و امروز در سایش نشستیم. این نهال را آب دادیم با خون، این درخت را خون دادیم با جان. در این ترانه سرود در انتهای سیاهی یا با من بخوان، یا با من بمان. در من انقلابی است، در من انقلابی، در من به نام دختران سرزمین آف برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری.
برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید رو ملاحظه می کنید. شامگاه جمعه 19 خرداد بیش از 40 نفر از خانواده های دادخواه در کردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت می شد. این بازداشت گسترده در پی حضور و همبستگی خانواده های دادخواه با نقش آفرینی پررنگ مادران دادخواه از سنندج، دهگلان، دیواندره و سقز در آرامستان آیچی سقز محل خاکسپاری زنده‌یاد مهسا ژینا امینی صورت می‌گیرد. طبق گزارش منابع مطلع روز شنبه 20 خرداد زنان و کودکان در بین خانواده‌های دادخواه بازداشت شده آزاد می‌شوند، اما همچنان 8 نفر از بازداشت شدگان به صورت بلا تکلیف تا الان نگهداری شدند. یک گزارش تصویری در این زمینه با هم ببینیم و برگردیم برنامه پخش مستقیم رو ادامه بدیم. Thank you.
اسامی افرادی که همچنان در بازداشت به سر میبرن: حسن امینی، صدیق بهمنی، هاشم ساعدی، احمد رحیمی، آرمان حبیبی، عبدالرحمن نصری و جمال و جمیل، دو راننده مینیبوس هستن. اما گزارش تصویری دیگری خواهیم دید از همین مراسم دیدارها، حضور مژگان افتخاری مادر زنده یاد مهسا ژینا امینی در بین خانواده‌های دادخواه بوکان و همچنین دیدار با مادر دادخواه شهریار محمدی از جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی. در این بخش برنامه توجه شما رو جلب می کنم به مراسم 40 صدیقه تورانی، مادر دادخواه فرهاد مجدم از کشته شدگان آبان 98. به توییتر سری می زنیم، یک آلبوم تصویری عکس می بینیم از این تجمع که با حضور جمعی از مادران دادخواه آبان، خانواده های دادخواه انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین خانواده های دادخواه اعتراضات سراسری دوره های گذشته برگزار شد در شهریار جمعه 19 خرداد 1402. در گزارش تصویری بعدی که خواهیم دید، مادر یکی از کشته شدگان خیزش آبان 98 رو میبینیم که مادر ابراهیم کتابدار هست، سکینه احمدی، مادری که در طول این چند سال گذشته بسیار تحت فشار بوده و در این مراسم به طور ویژه ابراز همدردی و همبستگی میکنه. از دیگر مراسم دیدار خانواده های دادخواه و عهد و پیمان بستن با جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی، گزارش تصویری از سنندج داریم سر مزار هومن عبداللهی. بینندگان گرامی، تصویری رو با هم نگاه خواهیم کرد در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده از وجود لودر و گریدر در
مزار مهسا امینی، آرامستان آیچی سقز، در رابطه با طرح شهرداری. همونطور که میبینید این تصویر نشون میده که قرار هست که اتفاقی در حوالی مزار زنده یاد مهسا امینی بیفته. یمان زنی ها بر این است که این لودرها و گریدرها حضورشون در رابطه با طرح شهرداری سقز با همکاری شورای شهر برای اینه که مزار زنده یاد مهسا ژینا امینی رو از دید خارج بکنن. شهرداری سقز یه بنری نصب کرده و از تصمیم برای جمع کردن کل آلاچیق آرامستان و جلوگیری از ورود خودرو خبر داده. این اقدام در حالیه که زمین‌های آرامستان اهدای خیران بوده و شهرداری حق تغییرات در اون رو نداره. مردم در سقز با انتشار یک فراخوان خواستار تجمع مقابل شهرداری در روز سه‌شنبه 23 خرداد و تعطیل کردن کسب و کار در سراسر شهر در این رابطه شدند. گذشته هم مادران دادخواه، خانواده های دادخواه، دادخواهان در اعتراض به این اقدام شهرداری در آرامستان آیچی سقز سر مزار زنده یاد مهسا ژینا امینی بیانیه ای رو قرائت کردن. همونطوری که ملاحظه کردید این گزارش تصویری در رابطه با فراخوان مردم سقز برای تجمع اعتراضی مقابل شهرداری روز 23 خرداد بود و همچنین اعلام اعتصاب عمومی و این گزارش تصویری هم که می‌بینید قرائت بیانیه اعتراضی در رابطه با این طرح رذیلانه شهرداری سقز. ما مادران انقلاب کردستان نوتقی در آرامستان آیچی را محکوم کرده و خاندان در برابر شورشوتی مسئولین تبنی بر تخان کردن و از این خارج کردن مزار رمز انقلاب ژینا امینی خواهیم افتاد و از همه مردم خواستاری در برابر این اقدام که جمهوره کنند. مادران انقلاب کردستان. به پایان این برنامه پخش مستقیم رسیدیم. بینندگان گرامی، یک بار دیگه نگاهی میاندازیم به فراخوان شبکه سراسری زن زندگی آزادی و پوسترهایی که در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی داره به اشتراک گذاشته میشه. یک نمونه از پوسترهایی که در توییتر به اشتراک گذاشته شده را با هم می‌بینیم. یک شنبه 21 خرداد 1402 فراخوان شبکه سراسری زن زندگی آزادی به مناسبت سالروز تولد کیان پیرفلک پرفورمنس و اقدامات اعتراضی گسترده به یاد کیان پیرفلک، کیان عزیزمان. این فراخوان شامل پرفورمنس اعتراضی، شعارنویسی گسترده، هنرهای اعتراضی، شعاردهی شبانه با شعار محوری مرگ بر حکومت کودک‌کش و هر اقدامی برای یادبود کودک خلاق انقلاب هست که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید با هشتک برای کیان پیرفلک. سپاس که با ما بودید. بینندگان گرامی، فردا میتونه به یک روز حماسی در همبستگی با خانواده کیان پیرفلک، ماه منیر مولایی راد و میثم پیرفلک، مادر دادخواه و پدر دادخواه کیان پیرفلک تبدیل بشه. در سراسر ایران ما همه با هم هستیم در مقابل جمهوری اسلامی.
فردا تولد کیان پیرفلک هست و هر کدوم از شما میتونید نقش خودتون رو در این زمینه ایفا بکنید، در زمینه تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی و یادبود کشته شدگان این انقلاب تاریخی. شب شب ما غرق گل و شادی شوره، جشن ستاره آسمونی با چه نوره، شب خونمون پر از تنین دل نوازه، کوچه پر از نوای دل نشین سازه. عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته، تو خونه سبت سبت گلهای سرخ و میخک، عزیزم دوستت دارم، تولدت مبارک، بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مزاج کورکور و بچه های ایزه نکرده و نخواهم کرد.